سفر به تاریخ، عکس های کمیاب، بیستم بهمن 57، سنگ پرانی نیروهای انقلابی وطن فروش به حامیان قانون اساسی از پشت بام و از روی پل. انتظامی و خانوم فرزانه تأییدی در جشن هنر شیراز. سالن 12000 نفری آریامهر یا سالن آزادی. ساختمان‌های سگانه اسکان واقع در میرداماد در حال احداث اوایل دهه 50 خورشیدی. پیست اسکی شمشک. چاپ نگاره آرامگاه کوروش بر روی بیشتر اسکناس‌های دوره پهلوی. خلبانان تاج طلایی با گروه آکروجت سرشناس بلو انجلز به دلیل به دستاوری مقام دوم جهان سال 1351. تهران، میدان ولیعهد یا ولی عصر کنونی. نخستین مأمور موتورسوار در ایران، دهه 40 خورشیدی. شادروان استاد علی حاتمی و همسرش زری خوشکام. ریتا جبلی، دختر شایسته ایران سال 1348. هتل فارس تهران، ناصریه یا ناصر خسرو، زمستان 1338 خورشیدی. کنسرت جوانان در جشن سالگرد کاخ جوانان سنندج بهمن 1355 خورشیدی. افتتاحیه ورزشگاه 100000 نفری آریامهر آبان 1350 خورشیدی. مجله دانشمند، ترن هوایی به جای مترو برای تهران
سال 1351 خورشیدی. قصابی و خاربار فروشی، مسجد سلیمان 1338 خورشیدی. روزگاری که رادیو با باتری و برق و چراغ نفتی کار میکرد. رادیو ایران، رادیو آریون یا اوریون، نماینده انحصاری از کشور هلند. ایران دهه 50 خورشیدی. پل سیاه اهواز، این اثر در تاریخ 27 بهمن سال 1378 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. نمونه ای از تبلیغات قبل از انقلاب، رامک، یک پنیر خوشمزه. کوزه فروش، بازار تهران دهه 30 خورشیدی. تصویر تکی از فریدون فروغی در خیابان پهلوی، دهه 50 خورشیدی. لاله‌زار، تهران. تصویری بی‌نظیر از میدان فردوسی، دهه 50 خورشیدی. تعدادی از دانشجویان ایرانی در وین پایتخت اتریش، سال 1977. تعدادی از سپاهیان دانش و بهداشت در سال 1973. خواننده جوان در کاخ جوانان مرکزی، سال 1978. سوسن حکیما، دختر شایسته ایران. فردین و بهروز وثوقی. قسمت خرید پوشاک کودکان در فروشگاه زنجیره‌ای کوروش، دهه 50 خورشیدی. گوگوش و زنده یاد طوفان، خواننده قدیمی و خالق آهنگ خدای آسمان ها. مسابقه کونگ فو زیر نظر استاد ابراهیم میرزایی
دهه 50 خورشیدی، نمایی بی‌نظیر از پارسه یا پرسپولیس در زمان برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران.